با کشف دستخطی از امام رضا علیه السلام در شهر ساوه و در صورت تایید صحت آن، شاید برخی از شواهد تاریخی گذشته تغییر پیدا کند، چرا که تاکنون طبق اسناد تاریخی مسیر دیگری برای سفر امام رضا از مدینه تا مرو نگاشته شده بود. اما اگر این سند تاریخی تایید شود، گویا سفر امام رضا از مسیر دیگری انجام شده که شهر ساوه هم در میان این مسیر قرار داشته است. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. یک پژوهشگر خطوط و اسناد و کتیبه‌های تاریخی به طور اتفاقی هنگامی که از مسجد جامع ساوه دیدن می‌کرد، با یادگار نوشته ای مواجه شد که پس از تحقیقات علمی روی آن متوجه شد که این نوشته دست خط حضرت علی ابن موسی رضا امام هشتم شیعیان است. دست خط مذکور بر روی یک آجر خشت به ابعاد 31x31 نوشته شده و شامل کتیبه ای با خط کوفی منصوب به امام رضا علیه السلام است که بر روی ستونی در مسجد جامع ساوه قرار دارد و توسط فردی به نام دکتر عماد الدین شیخ الحکمایی کشف شده است. این احتمال وجود دارد که هنگامی که امام رضا علیه السلام در حال نشستن به یکی از ستونهای مسجد جامع ساوه تکیه داده، این کتیبه را نوشتند. نوشتن یادگار نوشته در گذشته توسط بزرگان و شخصیت‌های مهم اجتماعی و سیاسی و دینی مرسوم بوده و با آنچه امروز به عنوان یادگار نوشته انجام می شود کاملا متفاوت بوده است. در این دست خط کشف شده عبارتی نوشته شده که بیانگر حضور امام رضا علیه السلام در مسجد جامع ساوه است و در ادامه نوشته طلب مغفرت برای همه با ذکر نام 5 تن آل عبا شده و در پایان هم تاریخ حضور امام رضا علیه السلام در این مکان نوشته است. هرچند خواندن این بخش از یادگار نوشته بسیار دشوار بوده، اما عماد الدین شیخ الحکمایی کاشف این دست خط پس از خانه‌سازی آن موفق شده تاریخ 201 هجری قمری را بخواند. سال 201 هجری قمری بر اساس شواهد تاریخی و طبق اسناد معتبر زمانی است که امام رضا علیه السلام سفر خود را از مکه و مدینه به سمت مرو آغاز کرده بودند. پیش از این تصور می شد این سفر از مسیر بصره، خوزستان، فارس، یزد و در نهایت خراسان بوده است، اما بر اساس این دست خط کشف شده گویا در مسیر سفر ابهاماتی وجود دارد و به درستی مشخص نیست که آیا سفر امام رضا به ساوه در ادامه همان سفر اصلی به مرو بوده یا سفر دیگری به آن شهر و در زمان دیگری انجام شده است، چرا که در برخی از کتب تاریخی به سفر مخفیانه امام رضا علیه السلام به قزوین اشاره شده و اکنون با کشف این دست خط این احتمال هم تقویت شده که شاید امام رضا در سفر مخفیانه به قزوین در مسجد جامع ساوه شب را گذرانده باشند. کارشناسان معتقدند علی‌رغم شواهد مذکور، تایید اصالت و انتصاب این کتیبه نیازمند بررسی و تحقیقات بیشتر می باشد. علی اکبری، اخبار شیعه. دکتر سید محمد نقوی، تاریخ پژوه از کراچی با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. آقای دکتر سلام، بنده دارید؟ سلام، وقتتون بخیر. الو، سلام، وقت شما بخیر. صدای منو دارید؟ بله بله، صداتون رو دارم. جناب آقای دکتر، در رابطه با قدمت و اصالت این کتیبه و انتساب آن به امام رضا علیه السلام لطفاً توضیح بفرمایید برامون. عرض کنم اول اینکه سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم. و شیخ الحکمایی از متخصصین این بحث هستن و تایید ایشون یک دلیل مهمی میشه بر اصالت این کتیبه.
و خب قدمتش هم حالا دلایل زیادی هست که اینجا نمیشه بهشون پرداخت، ولی ظاهرا کتیبه قدمت داره، ولی حالا اینکه بررسی بشه، باید بررسی بشه که این واقعا متعلق به سال 201 هست یا بعدا نوشته شده، این بحثی هستش که نیاز به بررسی داره فعلا. در مورد انتصاب کتیبه هم به امام رضا همین بحث است، در حال نمیشه به این راحتی اثبات کرد که این کتیبه توسط خود حضرت امام رضا علیه السلام نوشته شده. احتمال من، حالا نظر حقیر این هستش که احتمالا حالا یا کسی که همراهشون بوده یا بعدن بعد از اینکه ایشون از اینجا اومدن و رفتن و بعدن به عنوان یادگار، چون جایی هم که نوشته شده یه جوری هستش انگار مثلا جایی هست که حضرت نشسته بودن و تکیه دادن ستون، از اون معلوم میشه که احتمالا بعدا کسی اون رو به عنوان یادگار نوشته که حضرت امام از اینجا حضور داشتیم. چون به هر حال کتیبه‌های دیگه ای هم که ما داریم، متن و سبک کتیبه رو بررسی بکنیم مشخص میشه که مثلا خود ائمه، خود شخص وقتی یک شخصیتی کتیبه ای می نوشت با یک سبک خاصی، عبارت‌های خاصی بود که این کتیبه مقدار جناب آقای نقوی صدای بنده رو الو، دارید؟ صدای بنده رو دارید؟ بله. جناب آقای نقوی، این کتیبه بله چه اهمیت صدای. تاریخی میتواند داشته باشه؟ به هر حال از لحاظ تاریخی یک سند خیلی مهمی است. حالا حتی اگر ما نتونیم ثابت بکنیم که مربوط به خود حضرت امام هست و بعدا هم کسی نوشته، در حال شاهدی بر حضور حضرت هست در این منطقه و برام مثل یک سند تاریخی، چون ما از زمان حضرت امام رضا به جز مسکوکاتی که از حضرت هست سند دیگه ای از ایشون نداریم، و خب به هر حال سند خیلی مهمی هست نسبت به اینکه ایشون در این منطقه حضور داشتن. و حالا اون بحث سفرشون هست که چجوری انجام شده، احتمال داره حالا یا مسیر سفر، به هر حال مسیر سفر توش بحث هایی هست و هنوز ما قطعیتی نداریم که مسیر سفر حضرت چی بود، ولی این احتمال هم هست که حالا بعدا از مرگ یا از اون منطقه حالا برای یک سفری حضرت تشریف آورده باشن به این منطقه، چون ما خب از زندگیشون اطلاعات خیلی کمی داریم، مخصوصا از زندگی که در مرو و اون اطراف داشتن. احتمالش این هستش که حالا بعدا ایشون به این منطقه اومده باشن. خیلی سند مهمی هست این کتیبه از لحاظ تاریخی. بله، برای بینندگان ما بفرمایید که در مورد کتیبه های مشابه منصوب به ائمه علیهم السلام و شخصیت های مهم تاریخ اسلام یا شیعه هم اگر مختصرا توضیح بفرمایید سپاسگزار خواهم بود. خب این بحث مفصلی است و خب وقت زیادی میخوام، من مختصرا عرض میکنم که حالا مثلا ما در اطراف مدینه یک منطقه هست که مسیر حج بود، اونجا خب کتیبه خیلی زیادی موجود هست از افراد مختلف و شخصیت های مختلف، اسمشون هم هست و با بعضی تاریخ هم داره. اونجا کتیبه چند وقت پیش بکنم 2-3 سال پیش کشف شده بود که ظاهرا منصوب به امام صادق علیه السلام است و احتمالا به دستور ایشون وقتی که ایشون از اونجا عبور میکردن، حالا خیمه زده بودن یا اتراق کرده بودن، اون موقع به دستور ایشون نوشته شده که تاریخ هم داره. حالا تاریخش الان من دقیقا یادم نیست، ولی تاریخش همزمان با حیات حضرت امام هست. یا مثلا کتیبه ای که منصوب به کتیبه ای که توسط به دستور زید ابن حسن فرزند امام حسن علیه السلام نوشته شده، اونم در همون اطراف هست. اون دو تا کتیبه هست، این دو تا کتیبه در سالهای متوالی نوشته شده، در اونجا ایشون اتراق میکرده و خب یک سال یک کتیبه نوشته، سال بعد کتیبه دیگه نوشته. کتیبه اینطوری هست، ولی خب همین کتیبه ها از لحاظ تاریخی هنوز دقیق بررسی و چیز نشده. و یک کتیبه خیلی جالبی هم هست، حالا بحث شد من عرض بکنم خدمتتون، که در همون اطراف پیدا شده، حتی معلوم نیست کی نوشته، ولی کتیبه قدیمی هست، احتمالا مال قرن 2 یا حالا همون اطراف همون سالها باشه، که عبارتش این هست: حب علی ابن ابی طالب و من. و خب به هر حال این خیلی کتیبه جالبی بود برای من که در اون زمان کسی بیاد همچین کتیبه‌ای در این
مسیر بنویسه. و کتیبه‌های زیادی هست، کتیبه‌های دعایی هست، کتیبه‌های جناب آقای دکتر میشه این جمله رو تکرار کنید؟ تاریخی داره. جناب آقای دکتر این جمله رو میشه بار دیگه تکرار کنید؟ صداتون قطع شد. گفتم عرض کردم که کتیبه اونجا به دست اومده که حالا معلوم نیست کی نوشته، ولی خب بله. خدمتش مشخص هست، احتمالاً قرن دوم هست و عبارتش هم این هست: ابو علی ابن ابی طالب فرض علینا و من الواجب. و این در حال خیلی برای من حداقل جالب بود، این کتیبه که در اون زمان کسی بیاد همچین کتیبه ای بنویسه. و خب کتیبه های دیگه هست که اشاره به حضرت امیر داره، اشاره به مثلا واقعی قتل خلیفه دوم داره و خیلی از لحاظ تاریخی کتیبه ها خیلی مهم هستن و هنوز تحقیق مفصلی در موردشون انجام نشده که اینا بررسی بشه. ممنونم از شما دکتر سید محمد نقوی از کراچی با ما همراه بودند.